رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو الان از تهران با ماست و محسن بهزاد کریمی خبرنگار پارلمانی اتحادیه اروپا از کوپنهاگ دانمارک. میخوایم یه مقدار راجب جنبه‌های استراتژیک و سیاسی رابطه ایران و روسیه صحبت بکنیم. آقای سفروف، گفته میشد و مشخص هم هست که ایران و روسیه در سالهای گذشته در بسیاری موارد به هم نزدیک بودند، به خصوص مثلا در مورد سوریه. به نظر شما چطور است که روسیه اکنون در شرایطی که ایران تا این حد به کمکش احتیاج داره با ایران چنین میکنه؟ من گفته های خانمی که الان قبل از صحبت شما سخن میگفت با دقت گوش کردم. این خانم اصلا مثل که از آسمان افتاده، سخنی اون نه منطق داره نه خبری از واقعیت. آقای سفروف، من خواهش میکنم شما سوال من جواب بدید. ایشون الان در این بحث نیستن، نمیتونن خودشون دفاعی بکنن. من میخوام از شما بپرسم که شما فکر میکنید برای چی روسیه داره سهم ایران رو در بازار پر میکنه، در حالی که الان مشخص هست که ایران به شدت از این موضوع ناراحته؟ ببینید، وقتی خانم میاد یه حرف میگه و میره، نیاز نداره که حقیقت رو بشنوه. من فقط همین رو میخوام بگم که تمام گفته‌های ایشون واقعیت نداشتن. اولا اینکه جناب آقای پوتین هیچ تیزی ننوشته، متخصصی انرژی نیست و تخصص ایشان مسائل امنیتی است و در دیپلماسی هم هیچ کاری انجام نداده و موضوع اون ایران نیست. اصلا اگر شما واقعیت حرف را بشنوید، روسیه به هیچ وجه علاقه نداره که قیمت نفت بره بالا. این یک. دوم، یه چیزی که پوشیده از ماجرای اطلاع رسانی بی بی سی و دیگر خبرگزاری‌های خارجی مون، 10 روز قبل از این در مسکو، ببخشید در وین، جان بولتون با دبیر امنیت روسیه، شورای امنیت روسیه صحبت داشتن. اولین یک مذاکره بزرگی بین امریکا و روسیه بود و یکی از شرط‌های پیشنهادهای روسیه این بود که ما در سوریه منطقه‌ای را برای ایران اختصاص می‌دهیم، ولی شما آمریکا در برابر این تحریم فروش نفت ایران را دست از این بردارید. یعنی در اون مذاکرات هم روسیه تلاش میکرد که از ایران دفاع بکنه. این یک مسئله هست که شما فقط بهش اشاره میکنید. ما در هیچ جای دیگه راجع به این موضوعی که شما بهش اشاره میکنید چیزی نشنیدیم. اما در مورد این که روسیه قرار هست جای ایران رو در بازار بگیره شنیدیم. در مورد اعتراض ایران شنیدیم. امروز نماینده ایران در اوپک به این موضوع اعتراض کرده. جناب آقای اردبیلی، نماینده ایران در اوپک، اصلا سخنی درستی نگفتند و حرفی که ایشون گفتن واقعیت ندارد، چون که هیچ تصمیم روسیه با اون روانه نشده که جایگاه ایران را بگیره. برعکس، روسیه خیلی درگیره و نگرانه از آن که اوپک داره یک جمعیت یا سازمانی سیاسی داره میشه. از نظری روسیه خیلی عضویت اوپک امروز یک گروهی رو ترتیب، یک گروهی رو تشکیل دادن که گوینده و اجرا کننده امر و فرمایش امریکا است و واقعا داره مسائل سیاسی رو دنبال میکنه و خیلی از این نگرانه. بنابراین روسیه به هیچ وجه از تصمیم اوپک که یک قسمی تولید نفت رو از یک کشور بگیریم به جای دیگه بدیم به خاطر اونکه امریکا دعوت نموده که تولید نفت بالانس پیدا بکنه، اصلا یه چیزی هست که به واقعیت نزدیک نیست و روسیه به هیچ وجه به این راضی نیست. برعکس. خب اجازه بدید نظر مهمان دیگه برنامه رو هم در این مورد بشنویم. آقای بهزاد کریمی، نظر شما چیه؟ با درود و وقت بخیر، امیدوارم بعد از این برنامه آقای سفروف که شمشیر از رو هم بستن امشب از قضا، مثل برنامه قبلی که دریای خزر رو مطرح کردن و سهم ایران رو، صحبتاشون عوض نکنن. من باید به نوبه خودم بگم که هیچ کسی فکر نمیکرد، حتی ما که در جایگاه اپوزیسیون هستیم، که در این بحبوحه تحریم‌های نفتی اون کسی که قراره جای این کمبود نفت در بازار رو پر کنه روسیه باشه، همونجوری که شاهد هستیم. اگر روسیه اونجوری که آقای سفروف اشاره میکنن تلاشی برای بالا بردن قیمت نفت، فروش نفت بیشتر نداره، خب من پیشنهاد میکنم روسیه بیاد قیمت تولید نفتش پایین بیاره تا این بالانس در قیمت ایجاد بشه و در کل این امبالانسی که آمریکا داره ایجاد میکنه در بازار نفت به هم بریزه. پس بنابراین رفتار روسیه مثل همیشه نشون میده که یک رفتار غیر دوستانه نسبت به ایران، مثل تمام قرنهای گذشته
بوده و خواهد بود. این سیاست سیاست تازه‌ای نیست. از 600 سال گذشته تا به امروز ما سابقه خیانت‌های دولت روسیه، چه در قالب روسیه تزاری، چه در رابطه با قالب روسیه شوروی بولشویکی و چه دوباره جمهوری روسیه شاهد بودیم، هستیم و خواهیم بود. اجازه بدید اولا اینکه من بار دیگه میگم که روسیه به هیچ وجه علاقه نداره که قیمت نفت بره بالا، چون که اگر قیمت نفت از 60 دلار برای یه بشکه نفت بره بالا، صنعت سلیان، نفت سلیانس ایجاد میشه و اون اقتصادی میشه که این دشمن کشورهای تولید کنندگان نفته. به خاطر آنکه اون صحنه تجارت نیاد، صحنه صنعت نیاد، روسیه به هیچ وجه علاقمند نیست که قیمت نفت بره بالا. این یک. دوم، روسیه همیشه دعوا داره با عربستان سعودی سر آن که عربستان تولید نفت را رعایت نمیکنه. بارها و بارها روسیه پیشنهاد نمود که تولید نفت را ما پایان ببریم و محدودیت ها را برای خودمون قائل باشیم که کشورهای دیگه از این سوء استفاده نکنن، و در این موضوع ایران پارتنر خیلی قوی و با اعتمادی روسیه بود. ولی امروز چجوری میشه گفت که روسیه که واقعا انگیزه اونو داره که بعضی ایران در این موضوع خراب نشه، جایگاه اون کاسته نشه، الان حاضر است به گفته شما جایگاه ایران باشه، جایگزین ایران باشه؟ یعنی میفهمید اصلا روسیه قرار نیست جای ایران رو بگیره؟ این صحبت های نماینده ایران در اوپک رو شما تکذیب میکنی؟ اصلا به هیچ وجه، برعکس، روسیه با آمریکا دعوا داره سر فشارهای آمریکا به ایران و میگه که اگر ثبات این کشور تامین نشه، نه تنها اوپک بلکه تمام امنیت جهانی به هم میخوره. اصلا روسیه میگه که به نظر میاد که ارتباط ما فعلا با آقای سفروف قطع شد. بعد بگم که همین حالا هم البته آقای سفروف اشاره کردن که روسیه علاقمند هست نفت رو حدود 60 دلار نگه داره. همین الان نفت بالای 76 دلار هست. اما بگذارید این سوال رو حالا از آقای بهزاد کریمی پرسم. ارتباط ما هم ظاهرا الان برقرار شد دوباره با آقای سفروف. آقای بهزاد کریمی، به نظر شما ایران واقعا الان چه توقعی میتونه از روسیه داشته باشه؟ کارشناس قبلی که در برنامه صحبت کردن گفتن که آقا بحث این هستش که این سهم از بازار برای همه کشورهای تولید کننده مهم هست و همه اونها از جمله عراق، از جمله روسیه، بقیه سعی میکنن که این سهم رو برای خودشون بردارن. ایران چه توقعی میتونه از روسیه داشته باشه؟ ببینید، سردمداران جمهوری اسلامی متاسفانه در این 40 سال گذشته به عنوان نمایندگان ملت و به عنوان مدافعان منافع ملی ایران در هیچ بازاری، در هیچ مجادله‌ای، در هیچ مخاصمه وارد نشدند که این بار یک بار دومی باشه که این اتفاق بیفته. از به عنوان مدافعان قدرت خودشون، به عنوان نمایندگان یک مافیای حکمرانی وارد مذاکره میشن. همیشه به خاطر این هم هست که اینطور رفتاری باشون میشه. روسیه همواره در این سالها، چه در دوره شوروی و چه در دوره پس از فروپاشی شوروی، از ایران به عنوان یک کارت در قماری که با غرب مدام در حال انجام دادن هست استفاده کرده. همیشه ایران رو به عنوان برگ برنده رو کرده، به عنوان برگ فشار رو کرده، و از طرف دیگر در زمانی که به غرب نزدیکتر شده، منافعش تأمین شده، خب خیانت کرده به ایران. این خیانت بارزه. این خیانت اگر در سالهای اخیر بخوایم نگاه کنیم، در طول جنگ ایران و عراق 95% سلاح عراق رو شوروی تأمین میکنه. بعد از جنگ در رابطه کردیم. اگه بگذارید بحث رو راجب همین قضیه اخیر نگه بداریم، به هر حال بحث‌های تاریخی همیشه میشه کرد، اما فکر می‌کنید با توجه به اینکه به هر حال ایران و سوریه ظرف چند سال اخیر، همونطور که گفتم، ایران و روسیه در سوریه خیلی نزدیک شدن، حتی روسیه از پایگاه‌های ایران برای حمله به مواضع داعش در سوریه استفاده کرد، فکر می‌کنید چطور علارغم این نزدیکی و علارغم دیدارهای رهبران دو کشور چنین اتفاقی در این زمان می‌افته؟ ببینید، آخرین دیداری که داشتن رهبران دو کشور ساعت‌ها به طول انجامید، خیلی طولانی‌تر از اون چیزی که باید شد، چرا که من فکر می‌کنم اعتراضاتی داشتن می‌کردن آقای علی خامنه‌ای به رفتارهای آقای پوتین و دولت ایشون. ببینید، جمهوری اسلامی در طول این مجادله چندین ساله روسیه سوریه رو بخش در خاک سوریه چیزی غیر از مستشار رژیم روسیه نبوده، در واقع حرکت مستشاری برای مسکو کرده. درست منافع خودش هم در میان هست، درست
هلال شیعی لبنان و خود اسد به عنوان یک متحد جمهوری اسلامی خب نقش سهم بزرگی رو در این استراتژی غلط ایفا میکنه. اما از ورای اون وقت نگاه میکنه این یک حرکت شانه به شانه و پای به پای و منافع مشترک نیست، در واقع استفاده از پایگاه های ایران، استفاده از نیروهای زمینی ایران، قربانی کردن جوانان ایرانی که به خاک سوریه فرستاده میشن، اینها همه یک حرکت به زعم من حرکت مستشاری است که جمهوری اسلامی در تمام این سالها برای روسیه کرده. آقای سفروف، به هر حال شما اینو قبول ندارین، ولی این نگرانی از طرف نماینده ایران در اوپک عنوان شده، کسان دیگری هم راجبش صحبت کردن، اگر واقعا روسیه پشت ایران رو در این شرایط حساس داره خالی میکنه، آیا نگران این نیست که ایران در مواقع لزوم بعدی کمکش نکنه جای دیگری مثل سوریه؟ ببینید، بار دیگه میگم که اصلا این صحبت ها در روسیه و مسکو نیست، صحبت پشت ایران رو خالی کردن نیست، رقیب ایران شدن نیست، جایگاه ایران رو گرفتن و جایگزین ایران شدن نیست. ببینید خانم مجری عزیز، وقتی که شما به برنامه خودتون کارشناسان را دعوت میکنید، خواهش میکنم روسوفاب های قرمز را دعوت نکنید. اگر دعوت کردید یک نفری را دعوت بکنید که از جریان کار با خبر باشه. صحبت خب شما به ما بگید آقای سفروف دقیقاً چه خبره که بقیه ظاهرا بی اطلاع هستن. شما بفرمایید. دو نفر از نقطه اول تا نقطه آخر دارن نه تنها واقعیت رو نمیگن، واقعا دروغ میگن، توهین میکنه. دولت روسی حتی توان شرکت های روسی کالاهای خودش رو ایران نمیفروشن. داره کجا کارت برنده و بازنده بود رو ایران در موضوع سیاست روسیه؟ روسیه میدونه که امروز پارتنری اصلی اون در جامعه جهانی ایرانه. اگر با ایران باشه صداش بلنده، در مسائل حل و فصل مسائل جهانی میتونه نقش داشته باشه. دلیل بر ناتوانی روسیه است، دلیل بر ناتوانی اقتصادی روسیه است اگر آویزون کشورهای همسایه مثل ایران دیگه میشه، چون یک ببر کاغذی بیشتر نیست. اما وقتی شما نگاه کنید از قائله آذربایجان، از قائله جنگل، از دوران جنگ ایران و عراق، تماما مکررا ما فقط خیانت از روسیه دیدیم. شرکت‌های روسی جرأت فروش کالاهای دست چندم خودشون به جمهوری اسلامی ندارن. موشک اس-300. آقای محترم، شما در صحبت 5 دقیقه خودتون 3 مراتب دارید به روسیه میگید خیانت میکنه. کی به شما اجازه داد که این حرف رو بزنید؟ چی دلیلی دارید برای این حرف؟ اجازه رو به من میده که خیانت های روسیه رو یکی یکی بشمارم. خیانت های روسیه در دوران پهلوی مشخصه. خیانتی که روسیه به مدام در دوره جمهوری اسلامی کرده، خیانتی که روسیه در زمان قاجار کرده، خیانت ها همه ثبت شده در تاریخ. اجازه بدید، خانم که قبل از شما صحبت کرد میگفت که امریکا میخواد اجازه بده به روسیه که تولید نفتش رو بالا ببره. این خانم نمیدونه که ما با امریکا الان تضاد هستیم. مثلا هر حرفی که امریکا بگه ما اونو قبول نداریم، چون که حرفای اون بی‌منطق و بی‌معنی و از نظری زوری است و به هیچ وجه ما پیشنهاد امریکا رو علیه ایران قبول نخواهیم کرد. خیلی متشکرم ایران... از هر دو مهمان برنامه که در این بحث داغ شرکت کردن، رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو و محسن بهزاد کریمی خبرنگار پارلمانی اتحادیه اروپا. ممنونم از هر دویشون. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان بازرسی کل ایران به بازنشستگان شاغل در دستگاه‌های دولتی گفته آماده ترک پست‌هایشان باشند. قاضی ناصر سراج رئیس این سازمان گفته طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان تایید شده و بازنشستگان شاغل از تاریخ ابلاغ این طرح 60 روز فرصت دارند تا کارشان را رها کنند. او گفته پس از پایان این مهلت پرداخت هر گونه وجهی به افراد مشمول طرح به معنای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. وزارت خارجه ایران خواستار تلاش جدی فرانسه برای